سلام، من مریم هستم، اینجا پارسی تی وی. با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره شهرام جزایری و حواشی زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه یه لایک و بکو ویدیو ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما با خبر بشید زنگوله یه کنارش رو بزنید. شهرام جزایری متولد 20 آبان ماه سال 1351 در تهران. دوران کودکی ابتدا ساکن اهواز و پس از اون در سال 1360 وقتی 9 ساله بود به تنکابا نقل مکان کرد. در سال 66 دوباره به اهواز برگشتن. او تا سال 1370 به دستفروشی و بستنی فروشی پرداخت. در سال 1370 برای تحصیل در مقطع دکترای حرفه‌ای در رشته دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کرمان رفت و تا ترم آخر نیز تحصیل کرد، اما نتونست مدرک خود رو بگیره. از 7 سالگی تو مغازه ساندویچی عموش کار میکرد. به صورت حرفه‌ای در دبیرستان مغازه ساندویچی و بستنی فروشی باز کرد. اما سال 1370 فکر اقتصادیش به کار افتاد. در بحبوحه جنگ عراق و کویت 10,000 دینار به قیمت هر دینار 270,000 تومان خرید. سپس بعد از مدتی که آمریکا وارد جنگ عراق و کویت شد، هر دینار را 850,000 تومان فروخت و 8.5 میلیون تومان سود کرد. در زمان دانشجویی با یک رئیس بانک دوست شد و از طریق او با مفاهیم بانکی و LC آشنا شد. سپس با معرفی وی به یکی از شرکت‌های واردات و صادرات به عنوان آبدارچی وارد اون شرکت شد و در مدت کوتاهی به کارمند شرکت تبدیل شد. سپس بعد از چند ماه شرکت بذر کویر کرمان را ثبت کرد و شروع به صادرات بیسکویت، پرتقال، خرما و واردات آهن از روسیه کرد که به شدت به سرمایه هنگفتی رسید. بعد از اون شرکت دیگری در تهران ثبت کرد و به اونجا نقل مکان کرد. فعالیت شهرام از یک صادرات ساده به تجارت جهانی و ثبت 50 شرکت در انواع کشورها رسید. او از فرش و مواد غذایی تا الماس خرید و فروش می‌کرد و در کار نیروگاه برق و صنایع آلومینیوم هم فعال بود. این نابغه اقتصادی کم کم وارد رابطه‌های سیاسی شد و تونست در جلسات برخی کمیسیون‌های مالی نمایندگان مجلس ششم به عنوان مشاور حضور داشته باشد. در 22 آبان ماه سال 1380 وقتی 29 ساله بود به علت فساد مالی و رشوه دستگیر شد. او ابتدا به 27 سال حبس محکوم شد، اما دیوان عالی این حبس را به 13 سال کاهش داد و در نهایت بعد از برگرداندن 48 میلیون دلار در 11 مهر سال 1394 آزاد شد. او محکوم به مانورهای متقلبانه در تجارت، پرداخت رشوه، جعل اسناد، تبانی در معاملات و ایجاد رکود در امر صادرات و غیره شد. در دوم اسفند سال 1385 با پرداخت رشوه و فریب محافظان خود در حین انتقال از زندان به دادگاه فرار کرد. دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در 7 اسفند ماه سال 1385 او به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی محکوم شد. محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در 12 اسفند ماه سال 85 رئیس مجمع ویژه جرائم اقتصادی و چند تن دیگر از مقامات مسئول در پرونده شهرام جزایری از جمله رئیس زندان اوین را برکنار کرد. پس از بیان حدس‌ها و احتمالات گوناگون در رسیدن خبرهای ضد و نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، طبس و مناطق دیگر جهان، در تاریخ 27 اسفند ماه سال 85 مقام اطلاعاتی ایران اعلام کردن موفق شدن وی را در روستایی در کشور عمان دستگیر کنند و در روز 28 اسفند به ایران برگردانده شد. در نهایت بعد از 13 سال دیوان عالی حکم براءت او را از اتهامات فساد اقتصادی صادر کرد. او پس از گذراندن 13 سال حبس، 11 سال حبس تعزیری و احتساب 2 سال بازداشت آزاد شد. وی در اتهامات اقتصادی جمعاً به 5 سال حبس و در اتهامات دیگر ناشی از عبور از آب و کارت سربازی جمعاً به 6 سال حبس محکوم شد.
شهرام جزایری در دانشگاه عاشق دختر استاد دانشگاهش میشد و مدت ها با هم در ارتباط بودن، اما نتونستن با هم ازدواج کنن. شهرام بعد از رابطه اول خود با دخترموش نگار ازدواج کرد. ازدواج با نگار بعد از اوایل دستگیری به طلاق و جدایی ختم شد. ازدواج دوم او در زمان زندان با وکیلش صورت گرفت و صاحب دو فرزند پسر به نام ایلیا و ارشیا شد، اما این رابطه هم بعد از سالها به طلاق ختم شد. شهرام در سومین تجربه ازدواج خود صاحب یک دختر به نام آنیکا شد. سرانجام شهرام جزایری در 11 مهر ماه سال 1394 پس از گذراندن 13 سال حبس در سن 43 سالگی از زندان آزاد شد. او سرانجام حکم براءت کامل از اتهام اخلال در نظام اقتصادی توسط شعب ویژه دیوان عالی کشور را گرفت. وی در رابطه با دوران محکومیتش میگه: حقیقتا من در طول مدت حبس در زندان به مدت 13 سال انقدر فشارهای سنگین داشتم که در حقیقت هر لحظه اعدام می شدم و دوباره زنده می شدم تا زجر و سختی رو مجددا متحمل شم. اگر به گذشته برمی گشتم و حق انتخاب میان حکم اعدام و زندان 13 ساله را داشتم، اعدام را انتخاب می کردم. جزایری که دقیقاً از میزان ثروت بیلیاردی او اطلاعاتی در دست نیست و گفته میشه در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده، از سال 1396 دوباره فعالیت اقتصادی خود را در ایران با ورود به شرکت جنجالی پدیده شاندیز شروع کرد. وی دوباره مدت کوتاهی دستگیر شد و بعد از آزادی از تأسیس بانک بین‌المللی شهرام در قالب ارزهای دیجیتال سخن به میان آورد. او پس از آزادی به شرکت‌ها و مؤسسات مختلف که خصوصی می‌باشن مشاوره میده. همچنین با یک مؤسسه به نام مؤسسه آموزش عالی ثروت آفرینان همکاری می‌کنه و در نشستی هم حضور داشته و سخنرانی کرده. شهرام که مشخص نیست به چه علت ممنوع الخروج بوده، در 7 مرداد ماه سال 1397 تلاش داشت در کانتینر عدس از مرز بازرگان به ترکیه فرار کنه که توسط دستگاه ایکس‌ری شناسایی دستگیر شد. او به همراه یک نفر دیگر در داخل کانتینر پنهان شده بودند و در ابتدا خود را به عنوان دو تبعه افغانستانی به نیروهای گمرک معرفی کرده بودند، اما وکیل جزایری این مسئله را تکذیب می‌کنه. بعد از اون برای جزایری دو پرونده تشکیل شد. در پرونده اول که به موضوع کلاهبرداری 250 میلیون تومانی اختصاص داره، شاکی پس از دریافت 3 برابر وجه رضایت داده و شکایت خود رو پس گرفت، اما دادگاه به دلیل جنبه عمومی جرم جزایری رو به 7 سال حبس محکوم کرد. پرونده دوم جزایری مرتبط با پرونده قدیمی اوست و وی در ارتباط با 50 میلیون دلار به پرداخت خسارت تأخیر تاییدی بابت ارز خارجی LC محکوم شده. این اتهامات در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.